شمعی از آتش و رنج در خانه علی خاموش شد و علی تنها ماند با کودکانش از علی خواسته بود تا او را شب دفن کنند قبرش را کسی نشناسد و علی چنین کرد اما کسی نمیداند که چگونه و هنوز نمیداند کجا و کجای بقیه معلوم نیست آنچه معلوم است رنج علی است امشب بر قبر فاطمه مدینه در دهان شب فرو رفته است مسلمانان همه خفته اند سکوت مرموز شب گوش به گفتگوی آرام علی دارد و علی که سخت تنها مانده است هم در شهر و هم در خانه بی پیغمبر بی فاطمه همچو کوه از درد بر سر خاک نشسته است ساعت هاست شب خاموش و غمگین زمزمه درد او را گوش می‌دهد بقیع آرام خوشبخت و مدینه بی وفا و بدبخت سکوت کردهاند. قبرهای بیدار و خانه‌های خفته میشنوند نسیم نیمه شب کلماتی را که به سختی از جان علی برمی آید از سر قبر فاطمه به خانه خاموش پیغمبر می برد بر تو از من و از دخترت که در جوارت فرود آمد و به شتاب به تو پیوست سلام ای رسول خدا از سرگذشت عزیز تو ای رسول خدا شکیبایی من کاست و چالاکی من به ضعف گرایید اما در پی صهمگینی فراق و سختی مصیبت تو مرا اکنون جایی شکیب هست من تورا در شکافه قبلت خواباندم و در میانه حلقوم و سینه من جان دادی ینا لیله و ینا الیه راجعون ودیعه را بازگرداندن و گروگان را بگرفتند اما اندوه من ابدی است و اما شبم بیخواب تا آنگاه که خدا خانه ای را که تو در آن نشیمنداری برایم برگزیند همکنون دخترت تو را خبر خواهد کرد که قوم تو بر ستمکاری در حق او همداستان شدند به اصرار از او همه چیز را بپرس و سرگذشت را از او خبر گیر اینها همه شد با اینکه از عهد تو دیری نگذشته است و یاد تو از خاطره ها نرفته است بر هر دوی شما سلام سلام ودا کننده ای که خشمگین است و نملو اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع به عدد ما احاط به علمک خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض می کنم سال روز مصیبت جانکاه بی بی دو عالم دخت پیمبر همسر علی مرتضی و مادر حسنین بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه ازاداران و شیفتگان اون حضرت تسلیت عرض می‌کنم و همین طور به محضر ولی ایمان امام زمان اجر الله تعالی فرجه الشریف خب بار دیگر شامگاه جمعه و طبق روال معمول در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین فسیحی غزنوی هستیم با موضوع راهکارها و تعالیم اسلام برای فقر زدایی اجازه بدهید سلامی عرض کنم خدمت استاد تا بحث رو شروع کنیم خب جناب استاد سلام علیکم و تسلیت عرض میکنم مصیبت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سلام علیکی و از تسلیتی اگر دارید بفرمایید تا بحث رو شروع کنیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بنده هم به نوبه خود شهادت مظلومانه بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتی همه علاقمندان و دوستان و پیروان آن حضرت تسلیه ارز می از خداوند منان می که همه ما را از رهروان راستین پیشوایان دین ما به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بدهد من در خدمت شما هست خواهش میکنم بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و ادامه بحثی را که چند جلسه از آن گذشته در باره تعالیم اسلام و راهکارهای اسلام برای فقر زدایی در خدمت شما باشیم اگر اجازه بدهید با توجه به مناسبت روزی که پشت سر گذاشتیم و در شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم این بحث رو که شما رساندید به بحث انفاق و که مصداق از راهکارهای کوتاه مدت اسلام برای فقر زدایی بود گره بزنید به زندگی و سیره آن بزرگوار و قطعا ایشان یکی از درس هایی که با ما می آموزه در واقع یکی از آن چیزهایی که در زندگی ایشان جلوه کرده حتما انفاق هست از این منظر اگر برای بینندگان ما قدر صحبت بفرمایید تا هم ادای دین شده باشه و این بی بی دو عالم و هم یک بعد دیگری از تعالیم اسلام در باب انفاق روشن شده بله همون گونه که اشاره فرمودید فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت والایی است که در ابعاد مختلف برنامه های خاصی داشته است و به عنوان الگو برای جامعه اسلامی مطرح است در یکی از کلمات دورربار آن حضرت میفرماید حب و علیه من دنیاکم سلاس تلاوت کلام الله و نظر فی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله به برای من سه چیز محبوب قرار داده شده یکی تلاوت قرآن کریم علاقمندی آن حضرت به تلاوت قرآن همین بس که در وسایایی که به همسر بزرگوارش وصیت می از جمله این جمله است که علی جان یا اول حسن برای من قرآن زیاد بخوان که خب حتما بینندگان گرامی این جمله را از گویندگان و ذاکران ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها در این ایام زیاد شنیدند بله. پس این علاقمندی آن حضرت به تلاوت قرآن هست که در زندگی هم خودش قرآن تلاوت می کرده و وصیت می کند که برای من بعد از من قرآن زیاد تلاوت کن که یکی از سنت های حسنه ما مسلمان ها این است که برای امواتمون قرآن تلاوت میکنیم خیرات میکنیم و ختم قرآن میگیریم و این سنت بسیار سنت حسنه است بهانه است برای انس با قرآن چه خوب است که به هر بهانه ما قرآن را تلاوت بکنیم و انس با قرآن داشته باشیم قطعا اثرات زیادی در زندگی فردی و اجتماعی ما تلاوت قرآن خواهد داشت حتما همین قسم است و آنچه هم که مسلم هست اون بزرگواران از جمله فاطمه زهرا این تلاوت قرآنش را هم مستاقی از اون با قرآن بوده است یعنی حتما این تلاوت با قطعا بوده داده و برای ما هم شما به نکته خوبی اشاره فرمودید که حالا یک رسم شده در جامعه ای ما به عنوان یک آداب و رسوم منتها خوب به ظاهری نگر اکتفا نکنیم و این را زمینه و فرصتی برای اون با قرآن اگر قرار بدهیم به اون وصیت بی بی فاطمه زهرا بیشتر عمل شده است قطعا همینطوره وقتی ما تلاوت میکنیم قرآن مجید را خب خواهی نخواهی بالاخره به آیات بر و علاقه ما به قرآن زیاد میشه وقتی به قرآن آشنا شدیم آگاهی پیدا کردیم از الفاظ قرآن کریم قطعا به او انشاء الله عمل خواهیم کرد بل. خب این یک فراز از کلام حضرت که می محبوبیت دارد برای من تلاوت قرآن کریم فراز دوم کلام حضرت می و نظر و فی وجه رسول الله نگاه به چهره نورانی رسول خدا جالبه که اینجا نمیگه به چهره پدرم میگه به چهره رسول خدا چون رسول خداست نگاه به چهره رسول خدا برای من محبوبه بلد. یعنی هر کسی که نسبت نزدیک به خدا داشته باشد خب اون باید محبوب انسان باشد رسول خداست چون رسول خداست محبوب من است نه اینکه پدر من است به نکته خوبی فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره می کند که محبوبیت ها حب و بغض ها بر اساس محور خدایی باید باشد یعنی ما اگر یک کسی را دوست می داریم ولو پدر ما باشد علم. باید بر مبنا و محور خدا محوری ما او را دوست بداریم و اگر خدای نخواست دشمنم می داریم بر این مبنا باشد یعنی همون تولا و تبرایی که در آموزه های دینی ما مطرح است قطعا در این فراز از کلام حضرت به این اشاره دارد یعنی در واقع شما می که این جمله حضرت که عنوان نظر و یکی از چیزهایی که من دوست می‌دارم نگاه کردن به چهره رسول خداست این منشه اون نگاه و سبب آن نگاه صرف محبت یا پیوند دختر و پدری نیست بلکه فراتر از این هست یک پیوند ایمانی اینجا وجود داره که قوی تر از پیوند نسبی هست ولی اگر تنها پیوند نسبی می بود خب اشاره میکرد که نظر و فی بچه عبی بل. لذا حضرت می نظر و نظر فی, فی بچه رسول الله خب این نکته که دو طرف هم هست. اطعنان همین چقدر محبت داشته به بی بی فاطمه زهرا به این دختر بزرگوارشان و در جملات و های متعددی ای را بیان فرمودنیشان. دیگر جملات زیادی بله. رسول گرامی اسلام درباره دختر بزرگوارش فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان کرده است که خوب فرصت نیست ما بله. به اون کلمات اشاره بکنیم. اما اون چی که به بحث ما هم مرتبط هست اون فراز سوم هست که حضرت میفرمایه و, و فی سبیل الله سومین چیزی که از دنیای شما محبوب من است انفاق در راه خداست که موضوع بحث ما هم انفاق, انفاق و راه فقر زدایی از جامعه بل. که ما ایرا راهکار موقت و کوتاه مدت کوتاه مدت در نظر گرفتیم و انفاق را از دیدگاه قرآنی کریم و روایات معصومین علیه السلام بحث کردیم خب انفاق حضرت می انفاق در راه خدا محبوب من است یعنی برای رضای خدا من کمک بکنم خب در زندگانی آن بزرگوار هم ما زیاد شاهدیم که چگونه انفاق می کرده است و یطعمون الطعام على حبه مسکین و یتیم و اسیرا که اکثر مفسران اهل سنت و بالاتفاق مفسران شیعه بله. این آیه مبارکه را می در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها و بله. امام علی علیه السلام نازل شده نظر کرده بودن که امام حسن یا امام حسین علیه ما سلام اگر شفا پیدا کرد ما سه روز روزه بگیریم, روزه بگیریم. خب بالاخره شفا پیدا کردن روزه را شروع کردن عدای شبه. نظر عدای <تصفح> شب اول مسکین آمد شب دوم یتیم آمد شب سه فقیر آمد بالاخره اینها اسیر آمد این سه مجموعه که همه ایشان نیازمند و محروم جامعه بودند موقع افتار آمدن اینها افتاری را برای خدا در راه خدا انفاق کردن و یطعمون الطعام یعنی تعامی که خودشان باید با او افتار می‌کردند از سر سفره ایشان برداشتن بله و مسکین و یتیم و اسیر انفاق, انفاق کرد. این بالاترین انفاق هست تعبیری که در این آیه هست و یوت ایمون یعنی حالا به اصطلاح طلبگیش فعل مزاره آورده و دلالت بر استمرار داره گویا یک دفعه نبوده یعنی جزی از سبک زندگی این بزرگواران در این آیه خب سه بار بوده در دیگه در این آیه سه بار اتفاق افتاده و گذشته از اون خب اینها که همه سفارش به این فاق میکردن و می خودشان ده. به مساق قرآن هانچی را که میگفتن قبلش خودشان عمل میکردن و این فاق یک جایگاه بسیار برجسته در زندگی معصومین و مخصوصا بیبی بی فاطمه زهرا داشته قطعا یعنی استمرار داشتن انفاق در زندگی فردی و اجتماعی یک جامعه اسلامی بله. از ضروریات هست یعنی از ویژگی های یک انسان مسلمان باید این باشد که همواره بله. در زندگی خود اگر فقیر و مستمندی را می بیند حتی هم نوع خود را ولو هم دینش نباشد بله. اگر نیازمند می بیند به او انفاق بکند با یک نگاه انسانی و پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای یهودیا انفاق میکرد امام علی علیه السلام همینطور فاطمه زهرا سلام الله علیها همینطور و همه پیشوایان دین ما بله انفاق را پیشه خود ساخته بودند و انفاق میکردند و فاطمه زهرا برجسته از همه انفاقش که در شب عروسی آن حضرت بله دیگه زیاد شنیدیم و حتما بینندگان گرامی هم به این مطالب آشنایی دارند که حضرت دو پیراهن داشته است پیراهن نو و پیراهن کهنه پیراهن نو را برای خانم فقیر هدیه می کند و انفاق می کند خودش با لباس کهنه وارد خانه نو می شود و به خانه امام علی علیه السلام با لباس کهنهش وارد می شود خب در واقع باز هم رفتار حضرت فاطمه برگرفته از یک آموزه دیگری قرآن هست که لن تنال البر حتی تنفق و مما و اینجا خب با توجه به این آیه و آن پیام حضرت فاطمه دست پرورده پیامبر هست و پیامبر کسی است که قرآن به زبان او جاری شده قرآن بر او وحی شده است و حتما این آیه را شنیده بوده و در عمل به این آیه خود را سرید یک دراهی دیده و قطعا خب آدم هست و شب عروتیش هست و پیرن نو پیرن پیرن نو رو خب قطعا بیشتر دوست داره که استفاده کنه و اینجا که بله که بله, بله محبوبش هست از اون که دوست داشته دست برداشته و این را انفاق کرده به دیگری و یک الگویی شده برای ما مسلمان ها و بلکه همه انسان ها بله بفرمایید بله لذا اینه که در زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها اینکه ما میگیم فاطمه زهرا الگو برای همه بشریت هست نه تنها برای خانم ها بله قطعا هم قسم قطعا الگو برای خانم ها برجستگی دارد بله در افت پاک دامنی حجاب باید زنان مسلمان از فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو بگیرند که البته در اینجا اشاره بکنم که جامعه اسلامی افغانستان بله. در طول تاریخ زنانشان حقیقتا زنان با افت و با هجاب بودن در این 20 سال اخیری که بیش از پنجا کشور وارد افغانستان شدن بله. و قطعا تهاجم فرهنگی در افغانستان وجود داشت ولی یک ایده دامن می زدن به بهجابی و و باید جامعه افغانستان خصوصا زنانشان باید خیلی بهجاب می ولی اون انعنات ملی و اون آموزه های دینی سبب شد که زنان مسلمان افغانستان عفتشان را نگه دارند بلکه در خط مقدم مبارزه علیه استکبار جهانی بودند شما بعد از خروج نیروهای اشغالگری آمریکایی میبینید که این زنان قهرمان و مسلمان افغانستان است که باز هم برای احقاق حقوقشان وارد میدان می شود. خب کار ندارم به اینکه چه گذشت و چی می گذرد بر زنان مسلمان افغانستان قطعا اینها هجاب، عفت، پاکدامنی، شجاعت و غیرت را حق تلبی را از فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو گرفتند. چه خوب است که همه مسلمان ها، همه خانم ها بله. از پیشوایان دین ما به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها که در دامان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تربیت شده است و ام ابی هاست باید از او الگو بگیریم از همه مهمتر در شرایط فعلی ما همین فراز سوم کلام حضرت را الگو بگیریم که حضرت فرمود بله. و فی سبیل الله اون چی که محبوب من است از دنیای شما بله. انفاق در راه خداست و در این شرایط حساس جامعه خصوصا جامعه فقر زده و بحران زده افغانستان زنان و کودکان و یتیمان همه نیازمند به انفاق هستند و اگر ما می خواهیم از زهرای مرزی سلام الله علیها الگو بگیریم بهترین الگو در شرایط فعلی در زمستان سرد انفاق به همسایگان به بی و فقرا مستمندان زنان و یتیمان هست قطعا همین قسم جناب استاد امیدواریم که دوستداران آن حضرت و شیفتگان اهل بیت علیه مسلات و به این توصیه ها انشالله که عمل کنند و عمل کنیم و اولویت ها را در وضعیت های خاص تشخیص بدهیم و وضعیت فعلی کشور ما و بلکه مردم ما چی اونایی که در داخل افغانستان ماندن چی اونایی که آواره شدن آواره کوه و بیابان پشت مرزهای کشورهای همسایه ماندن پشت مرزهای ایران و پاکستان و ترکیه و جاهای دیگه اینا هستن قطعا اینا کسایی هستن که در اولویت هستن و مستحق در این کسانی هستن که فعلا مؤمنین با یک انفاق مؤمنانه به داد اینها برسه و دست اینها را بگیره و از این تنگنایی که در این هوای سرد و در این آوارگی و در این وضعیت بیکاری اینها دوچارشان شده از این تنگنا اینها نجات پیدا کنه خب استفاده کردیم جناب استاد همش. انشالله که دعاهای بی بی فاطمی زهرا و شفاعت آنها شامل حال ما و همه بینندگان عزیز ما شده باشه و شوه اجازه بدهید یک میان برنامه رو ببینیم و بعد میگردیم ادامه بحث را در خدمت شما هستیم خب بینندگان گرامی سپاسگزار هستیم که تا اینجا ما را همراهی کردید اجازه بدهید شماره ارتباطی شبکه را با شما در میان بگذارم و از زیرنویس هم میشه مثبت 964 780 255 4013 از طریق واتساپ و تلگرام شما میتونید که با ما مرتبط شوید پیشنهادی دارید نظری اگر دارید انتقادی اگر دارید سوالی اگر دارید میتونید که با ما در میان بگذارید و ما را به ادامه خدمت رسانی و نشر معارف دینی و معارف اهل بیت علیه مصلاحت و سلام دلگرم تر کنید و قوت قلبی باشید برای خدمت گذاران خودتون خب یک میان برنامه ای رو میبینیم و برمیگردیم دوباره بغض حسن با حسین میگیرد؟ و جای خالی مادر به خانه میپیچد؟ کجاست فاطمه امشب؟ کجاست بانوی نور؟ آه از زمزمه های شرح شرحی بطول که در نیمه شب سجاده و تسبیح ارکان عرش را به لرزه آه از ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه جان سنگ ها بر سوگ تو ندبه می خانن. امشب جای پای دوست در خانه خالی است و ترنم مهربانی بی حدیث حضور او خاموش است علی شبانه یاس می کارد شبانه داغ دلش را به خاک می گوید فاطمه جان تو نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی ستاره نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان ای ام ابیها ای مهربان ترین مادر حبیبه حق پدر و مادرم فدای دستهای مهربانت با تو محور آسمان تو محور آسمان ایساری و اولین علت خلقت ای مادر رسالت و همتای ولایت بر روزهایی می اندیشیم که پس از واقعی عظیم قدیر همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه می رفتی و با بیان وحیامی خیش حجت الهی را بر قافلان تمام می کردی و به دینسان از آغاز حمایت از ولایت سر لوحه خسایل آسمانیت بود غبار غم از سیمای زیبای علی میزدودی فتوحات مولا رهین مهربانی توست هنوز خطابه های رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ میتابد پاره تن رسول خدا بودی و امیر عاشقان تللع زلفقار علی بامدار عزم و عزت تو بودی رضای تو رضای حق بود و با خرسندیت تمام اهل عرش و ساکنان قدس قرین شعف می شدن ای ری خانه رسول خدا از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است فاطمه یک زن بود آنچنان که اسلام می خواهد که زن باشد تصویر سیمای او را پیامبر خود رسم کرده بود و او را در کوره های سختی و فقر و مبارزه و آموزش های عمیق و شگفت انسانی خش پرورده و ناب ساخته بود وی در همه ابعاد گوناگون زن بودن نمونه شده بود مظهر یک دختر در برابر پدرش مظهر یک همسر در برابر شویش مظهر یک مادر در برابر فرزندانش مظهر یک زن مبارز و مسئول در برابر زمانش و سرنوشت جامعهش او با طفولیت ش... او با طفولیت گفتنش با مبارزه مدامش در دو جبهه خارجی و داخلی در خانه پدرش خانه همسرش در جامعهش در اندیشه و رفتار و زندگیش چگونه بودن را به زن پاسخ میدهد خب بینندگان محترم سلام مجدد عرض میکنم و اجازه بدهید که بحث را در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین فصیحی غزنوی دنبال کنیم خب یکی از راهکارهای کوتاه مدتی که حضرت عالی در جلسات گذشته برای فقر زدایی بیان کردید از منظر اسلام مسئله صدقه دادن هست خب بحث صدقه خب با باعث فراوانی در بارش هست چه آدابی داره و چند قسم هست و طور مباعث دیگهی که در این زمینه هست اگر اجازه بدهید از آداب صدقه شروع کنیم یعنی من منی که میخواهم صدقه بدهم مؤمنی که میخواهم صدقه بده به دیگرها و این صدقه دادن یک کار هست یک فعل هست این کار چی آدابی داره و چی شرط شروطی داره بله همون گونه که اشاره فرمودی بحث اصلی ما راهکارهای اسلام زدایی از جامعه بود که بله. آموزه های دینی برنامه های اسلامی برای فقر زدایی از جامعه چی راهکارهایی را بیان کردن بله. تا رسیدم به بحث صدقه صدقه هم در حقیقت فوریت های پزشکی هست که یک انسان در موقعی که نیازمند به طبیب و پزشک هست هرچه سریعتر باید او را درمان در کرد. حد امکان درمان بکنه تا برسه به به بله. درمان اصلی تعبیر تشبیه خیلی بسیار با معنا و رسایی رو فرمودید بله. فوریت های پزشکی وقتی که کسی که مریض میشه حالتش اگه امرجنسی و اورجانسی باشه وقتی که ای را در شفاخانه میرسونه خب اون بخش امرجنسی و اورجانس اونجا ایره میبره و اونجا هم خب یک تیمی آماده باش هست که ای را زنده فقط نگه داره زنده نگه بله زنده, بله زنده نگه داره و شما فرمودید که صدقه هم در واقع در اسلام که همه سفارش شده یک نوع زنده نگه بله زنده نگه داشتنی نیازمندایی هست که در حالت بسیار بسیار بدی به سر میبره لذا همین برنامه هم بر اساس آیات قرآن کریم آدابی دارد یکی از آدابش اینه که بله. مال حلال باشد که در بحث انفاق هم ما بهش اشاره کردیم در صدقه هم همینه یعنی بله. مالی را که انسان در راه خدا صدقه مده. بله. باید از مال حلال باشه عبادت هست دیگه چون هم انفاق مستاقی از عبادت مالی هست و هم صدقه از عبادت مالی هست و خب قطعا باید عبادت در راه خدا یعنی کاری را که انسان انجام میده بله باید بر اساس آموزه های دین باشه خب حتما این داستان میدید شنیدید که امام جعفر صادق علیه السلام دید یک مرد صوفی مسلک به اصطلاح بله آمد از در مغازه یک مقدار غذا دزدید و بعد حضرت رو دنبال کرد دید که رفت ای رو به خرابه نان و غذا رو به یک فقیر نابینای داد وقتی برگشت هزار فرمود چیکار کردی تو مال مردم دزدیدی و بالاخره به فقیر دادی گفت مگر تو قرآن نخوندی این مرد به امام صادق به امام صادق, صادق. گفت, گفت مگر تو قرآن نخوندی قرآن میگه اگر ما یک کار خیر انجام بدیم بله چند برابر حسنه میگیریم اگر کاری بد انجام بدیم یک, ج... یک دفعه پا... مجازات میشیم جزایش یک مرتبه است بله من سواب که از انفاق بردم مثلا ده برابر هست بله دزدی کردم یک جزا دارد من این نو سواب را برای خودم نگه میدارم یک شم در برابر اون گناهی که بله این یک داده. یک سهم از ده سهم او گناه را از بین میبره او را و را مه میکنه و تا تاشم برای خود میمونه دیگه یک حساب سرانگشتی و برای خودش اضافه میشه آدم بسیار, بسیار بسیار باهوشی بوده دیگه به هر حال حضرت میفرماید که مال مردم یک گناه و خوراندن مال مردم به فرد دیگر گناهی دیگر تو دو تا گناه انجام دادی بله گناه اولت اینه که دوزی کردی گناه دومت اینه که مال حرام مال حرام را به فرد بله. نیازمن خوراندی لذا بله. در اسلام اولین آداب صدقه اینه که از مال شخصی انسان باشد بله حلال باشد این مثالی که شما داستانی که شما فرمودید از زبان خیلی هم میشه اینی شینی توجه میکنن کارهای گناهانشان میگه خال ما که گناهی کردم به جایش مثلا این گناه زمینه میشه برای یک کار خوبی که او چند تا ثواب داره یا مثلا کمتر یا بیشتر او جبران میشه در واقع این آدما چی پاسخی میشه به این آدم به برداشت که با آب نجس نمیشه لباس را تطهیر کرد بله. چیزی که از ریشه بله. ناپاک باشد و باطل باشد بله با اون نمیشه که ما چیزی را پاک بسازیم با تعبیر قرآن که عمل صالح رو که تشبیه کرده به یک درختی که با عمل باید صالح باشه تا اون ریشه ریشه تا اون شاخه بگسترانه تا اون میوه بده وگرنه عمل فاسد مثل یک بذری فاسید هست دیگه وقتی هم که آدم در خاک بیکاره و بهش رسیدگی کنه بهش آب بده بهش کد خ... خ... و هر رقم تقویتی دیگه ای که برسانه او هیچ خاصیتی نداره در واقع این کار میمانه به همین که انسان بذر فاسد را در دل خاک بکاره و امید داشته باشه س... که او سمر بیته سریح آیه قرآن هست که الیه یسعد الکلم طیب همینو من مد نظرم بود که آیش در به ذهن نیامد با شما بله و عمل صالح یرفع کلام طیب یعنی هر عمل نیک هر بله. سخنی نیک هر کلامی هر عمل نیک به سوی خدا بالا میره درست خب بالابرش چیه به چی وسیله بالا میره عمل الصالح یرفعو بالابرش عمل صالح هست درست اگر انسان عمل صالح نداشته باشه بله به سوی خدا بالا نمیره عمل صالح اینه که از مال خود انسان باید انفاق از راه درست باشه. صدقه درست. بده نه از مال مردم درست اینکه انسان غصب کنه مال مردم را دزدی کنه سرقت بکنه بعد به خور مسلمان های دیگر بده این ثواب نداره بلکه گناهی است که لذا در اسلام سرقت خب گنای شدیدی داره بل بل. مجازات حت داره حد داره بله به همین خاطر که اگر قرار باشه هر کسی از مال کسی بگیره به کسی دیگر بده نظم جامعه به هم میرزه قطعا همین قسمت بله لذا یکی از آداب صدقه دادن چیه اینکه از مال حلال باشه مال حلال پاک باشه, باشه. 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 دوم که مخفی باشد گرچه این ما بحث کردیم که در آیه قرآن هست که اگر شما آشکارا صدقه بدین خوبه اما باید. بهتر اینه که مخفی, مخفی باشه چرا آیه قرآن بحث کردیم قبلا که چرا خوبه صدقه آشکارا ممکنه در یک جامعه افراد دیگر تشویق به صدقه داده شود شو. یعنی یک سنت حسنه و یک رواج نیکو شود در جامعه که دیگران وادار به صدقه دادن شوه یک سنت شوه که اگر ببینیم یک فقیری درمانده آمده پشت در ما یا در کنار جاده افتاده ما باید او را کمک بکنیم و نیازمند را نیازش را برطرف بکنیم این سنت حسنه به این خاطر اگر در جامعه ای که نیازمند هست باید ما درست؟ آشکارا انفاق بکنیم ولی بهتر اینه که فقط برای رضای خدا انسان مخفیانه کمک کنه که امام علی علیه السلام بیشترین کمک ها را شبانه کمک میکرد پشت در خانه های فقرا می برد و گاهن پشت در میگذاشت و خودش می آمد که مبادا چشم به چشم فقیر و مستمند شد و اونها خجالت بکشه لذا بهترین صدقه اینه که انسان او را مخفیانه بله. صدقه بده در واقع یکی از آفات های صدقه شاید شما در ادامه در بحث ها اشاره بفرمایید تا اینجا به ذهن بنده آمد و تناسب داره با این بجب. مطلب یکی از آفاتش این است که صدقه ممکنه در معرض ریا قرار بگیره و ریا هم آفت عمل هست و عمل رو از صلاح میاندازه و عمل رو به میکنه عمل مؤمن رو اگر انسان خودش به خاطر جنبندی را عرض کنم چون دو حالت شد گفت خب مخفی مخفی بدید ولی میتونید آشکارام صدقه باید. بدید ولی بهتر این است که اگر درست خطر ریا باشد باید. باید. درست. مخفیانه و پس سنری اون... باید پس اون که ما آشکارا با انگیزه درست که فرهنگ سازی باشه و ترویج فرهنگ صدقه باشه اونجا هم که ما آشکارا میخوایم صدقه بدیم حتما اونجا باید نه... هم... خ... نه... حتما باید خلوص باشه و یعنی اینجا باید حواسی ما باشه که با... ریا آلوده نشه قطعا همین البته ما این بحث قبلا بهش پرداختیم بله اه... که... چون بنده در خدمت درست. شما نبودم انفاق کردن درست. کار خوبی نیست که انسان در یک محفلی در یک مجلسی به قول ما افغانی ها که سر پره شوه و بالاخره یک مبلغ را کمک کنه اون کمک ریاکارانه پس یعنی کسی اگر احیانا مثلا ریاکارانه انفاق کنه و بعد بخواد بگه که من میخوایم فرنگ ساجه کنیم که دیگران یاد بگیره اینجا چی حکم نیت میکنه. انسان داره الاعمال و اگر واقعا نیت انسان این باشه که ما این کمک علنی کمک میکنیم برای اینکه دیگران بله یاد بگیرن یاد بگیرن ترویج شود سنت شود بله دو تا ثواب برده یک ثواب صدقه دادن و یک ثوابی هم که یک سنت حسنه را رواج داده اما اگر به قصد ریا و خودنمایی باشه بله هر کاری بکنه اون دیگه ارزش نخواهد داشت خب سومین آداب صدقه دادن اینه که با آزار و اذیت و با مننت نباشه یک مبلغی که به فقیر ما صدقه میدیم او را اذیت و آزارش نرسانیم زخم زبان نزنیم مننتش نکنیم بله. حتما گرفتاری و مشکلاتی داشته تو ما ظاهرش را میبینیم که آدم سعی و سالی ما بله. نمی‌دانیم که وضعیتش چیگونه و متاسفانه این خطر خیلی در کمینی ما هست این کسایی که توفیق پیدا میکنه که صدقه بیتا در واقع یک نو کمک های امرجنسی برای زدودن فقر و بیچارگی برای در جامعه انجام بده چون معمولا کسایی که صدقه بگیر هستند خب وضع ظاهری خوبی ندارن در یک وضعیت خوبی نیستن چی بسا ممکنه کسی که صدقه میده به این آفت دچار شوه و هم کمک کنه و هم او را منت منت کنه در حالی که آموزه های دینی ما ما قبلا اشاره کردیم که امام سجاد ظاهرا امام سجاد علیه السلام هست که وقتی به فقیر کمک میکرد دست او را میبوسید که این بلد. دست دست خداست بله. یعنی در حقیقت ما انفاق را در بحث قرض الحسنه میرسیم که قرض الحسنه در آیات قرآن همه قرض به پروردگار هست قرض به خدا هست یعنی اگر ما فقیری را کمک میکنیم صدقه میدیم در حقیقت خداوند منان را یاری کردیم یاری پروردگار هست خب اینم بدون آزار و اذیت و منت باشه درست چهارمین ویژگی و آداب صدقه دادن اینه که با اخلاص باشه خلوص نیت خیلی مهمه اینکه کمیتش چی گونه باشه مهم نیست مهم اون اخلاصیه که انسان در طبق اخلاص بگذاره اون چی که داره با فقیر و نیازمند و مستمن بله کمک بکنه و نیازمندی او را برطرف بکنه اخلاص رو که کمی باز کنید چون مثلا در نماز میگیم که باید اخلاص باشه یعنی صرفا برای رضای خدا باشه خب این صدقه دادن که در واقع کمک مالی هست اینجا اخلاص چه چی, جایگاهی پیدا میکنه برای مخاطبای ما یک مقداری همین باستر اخلاص بخنن. در برابر ریا در واقع بله یعنی اگر ما وقتی مبلغی را صدقه میدیم بگیم خب دیگران هم ببینه به یک نحوی. بله. چند تا عکس هم باید بگیریم در فضای مجازی بله. او رو بگذاریم بله. که همه بگه به عجب آدم سخی و آدم جوادی هست. نه این کار رو نباید بکنیم. بله. اگر به قصد خودنمایی و این که مردم به او به و چه, چه بگه اگر بله. انسان کمک بکنه این ریا میشه و از اخلاص انسان دیگه به دور هست اخلاص بله. اینه که فقط برای خدا همینجا اشکال نداره حالا بحث یک مقدار بیشتر باز میشه و به نظرم که یک درد هست یک زخمی هست که انشالله که گفتگو و بحثا به برکت معارف قرآن و اهل بیت انشالله که درمان شوه یک مقدار اگر بیشتر درنگ کنیم با به نکته خیلی خوبی اشاره کردید درد مبتلا به ای که هستن که دی در جامعه میرن کمک میکنن بعد از او کسایی که کمک میشه از اونا عکس میگیرن صورت اونا را تصویری اونا را زندگی اونا را با جزئیات میاین در او رسانه که دارن خصوصا فعلا در فضای مجازی فضای مجازی آخن. بدترین کاری ای. بل خب ایر آیا چی میشه توجیهی کرد یا ای که کاملا کار نادرستی هست صد درصد کاری نادرست هست و بله. بر ضد آموزه های دینی هست و بدور از اخلاص هست اینکه انسان یک فقیر نیازمندی را بله. عکسش رسانه بکنه که ما یک مبلغ به او کمک کردیم خب آبروی طرف ما بردیم بله. ممکنه ایشان الان فقیر و نیازمند باشه بله. الان درمانده باشه اما دو روز بعد خداوند تفضل برایش بکنه و این وضعش بهتر شد خب چرا آبروی یک فرد را میبریم؟ در واقع به خاطر میگه که درست کردن ابرو چیش کور کردن همینطور آنچه که در. در اسلام درجه اول اهمیت داره کرامت انسانی و حفظ آبروی مؤمن هست همین که حتی حت گفته آبروی مؤمن به یک تعبیرای از خانه حرمتش از حرمت خانه کعبه بیشتر هست بعد حدود چهار دقیقه فرصت هست که بحث رو در خدمت شما باشیم آخرین شرط یا آداب صدقه بله. دادن که در برنامه قبلی هم بهش اشاره شد که با ارزش باشد یعنی چیزهایی نباشد که ما به درد خود ما نمیخورد ما برای فقیر بدیم بقول قول معروف لم تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون, تحبون روغن ریختر نظر اول فاز همین این کردن لباس کهنه ای که دیگه خود ما نمی پوشیم او را برای نیازمند بدیم این بدترین کاریه یعنی... باید از زهرای مرزی ولگو بگیریم در اینجا که عرض کردن خب جناب استاد یک ممکنه برای بعضی از بیننده های سوال پیش بیه که خب ما دو حد حضرت زهرا نیستیم بدون دون تعارف و بدون رودربایستی ما نمیتونیم از اون چیزی که دوست داریم از اون بگذریم ولی خب تا یک سری چیزهای دیگه هست که هنوزم فایده داره هنوزم استفاده داره هنوزم ممکنه یک لباس گرم و سالم و آبرومند هست که رنگ رویش نرفته و پاره پوره نشده امیر ما میتونیم به فقیر بتیم و ایر بدنش از سرما حفظ کنیم در چه وضعیتی خب یه یعنی حرف ما باعث نشه که او حداقل از این کار حداقلی خودم دست برداره این ای این نیست که یعنی چیزی که با ارزش باشه درست ارزش خود از دست نداده باشه اون کارایی و خاصیتی که از این چیز ما که لباس نو را به فقیر بده کهنه را خودت بپوش اگه کسی کو کار بکنه که خیلی فاطمی شده و زهرایی آه. شده دیگه بله اما همون لباس کهنه که شما داری بله. ارز، ارزش نافتاده باشه درست یعنی به درد بخور باشه به با درد بخور باشه ارزشمند باشه اون بله. اونو باید به فقیر بدیم همینطور لباس و غذاهایی که ما متاسفانه برخ ثروتمندان غذای بعد از مهمانیشان را پشت در میگذارن بله حتی در کابل این مسئله را من به چشم سر دیدم درست که برخ فقرا بعد من از بین زباله ها بله. اون غذاها را بر می دارن یعنی اون غذاهایی که استفاده شده و بعد در وضعیت غیر و غیر بیداشتی جمعوری شده و این اختیاری در اختیار انسانهایی قرار میده که اونا مجبورن باید ولی بخورن. باید بخورن اما غذا غذای صحی نیست باید همون را باید با بستبندی شود غذایی که اضافه شده خوب بالاخره ممکنه غذای اضافه شود ولی باید, کمی... محترمانه بستبندی با... کنیم در اختیار فقرا و مستمندان قرار یعنی اون کار ما میتونیم مثلا حالا که میگه اضافه آمده خب اضافه آمده عوضی که ایره در زبالدانی بیندازی شما که میای مثلا میخوای ایره در فقیر بده خوشا باز باری کلا ولی خب یک کمی ایره مدیریت به خرج بده یک کمی سلیقه داشته باش و ایره یک قسمی به صورت صحی و بهداشتی در اختیار نیازمندا قرار بدین اینکه خب ارزمی بود که اشیایی با ارزش درست،, درست غذاهایی که دیگه ارزش دارد ما برای فقرا و نیازمندان کمک بکنیم کمک کنی. خب اگر از این آداب و شرایط صدقه اگر نکته مانده بفرمایید و بحث رو تمام کنیم که وقت ما دیگه رو به پایان است مطلب خاصی نمانده اینهایی خب. که عرض کردم بله. بر اساس آیات قرآنی کریم بود که هر یک از این پنج بله. آداب را که عرض کردم بر اساس آیات قرآنی کریم به آن اشاره کردم بس برای یک جنبندی من میشم رو مگه نبود شما کمک کنید ای که حلال باشه دومش چی بود جناب استاد؟ مخفی باشه آه مخفیانه باشه مخصوصا اونجایی که خطر دومی... ابتلا شدن به ریا و اینا باشه حتما مخفی باشه خب بدون آزار اذیت و منت باشه منت نگذاریم وقتی صدقه دادن با اخلاص باشه خالصانه باشه و با ارزش باشه چیزایی که صدقه میتیم به درد, درد بخور باشه, با دور ریختنی ما بخوایم صدقه بدیم نه. بسیار عالی از خداوند ان که استدعا داریم که ما را توفیق بده و زندگی مؤمنانه داشته باشیم و انفاق مؤمنانه و صدقه مؤمنانه را هم ان روزی شما. همه ما شما بفرمایید اگر اجازه بدهید بحث رو پایان برسانیم و از بینندگان محترم خداحافظی کنیم بسیار سپاسگزار هستیم که شما تا اینجای جای برنامه به وقتی بیداری ما را همراهی کردید و برنامه با وقت بیداری همون رقم که شما میدانید هر روز ساعت هشت شب به وقت کابل هست و تکرار این برنامه را کسایی که در ساعت وقت نداره مشغله داره گرفتاری داره میتونن فرداش ساعت ده و چل پنج دقیقه به وقت کابل تماشا کنه تلویزیون جهانی هادی برنامه زنده دیگه هم داره بله روشنا شما هم احتمالا بیننده ای و مخاطب این برنامه بودید که بیشتر مسائل خانوادگی هست کارشناسان خانم و بانوان اونجا حضور دارند و مسائل خانواده و مسائل تربیت و ازدواج و این قسم مسائل ها در او باره گفت میشه و حتما مفید هست انشالله که اگر فرصت کردید این برنامه را هم تماشا کنید این برنامه هم هر روز هفته و جز جمعه ها ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل پخش میشه به طور زنده و مستقیم از شبکه تلویزیونی جهانی هادی و تکرار ای برنامه یعنی برنامه روشنار هم شما بینندگان محترم میتانید که همون رو ساعت نو و شب تماشا کنید و بیننده باشید ما محتاج دعاهای خالصانه شما عزیزان هستیم ما هم خادمان شما در تلویزیون جهانی هادی همیشه دعاگوی شما هستیم ما رو از دعای خیرتان فراموش نکنید خب با بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر خدا یارو نگهدار نگهدارتان <applause>